سرخط خبرها میر حسین هم به براندازان پیوست فراخان میر حسین برای براندازی از داخل حصر صادر شد محمود احمدی نژاد در کلیپی مردم را به قیام علیه خامنه ای دعوت کرد و زمان مذاکرات برجام به پایان رسید آخرین امیدهای رژیم دود شد درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید با سپاس از همراهی شما مشروع اخبار میر حسین هم به براندازان پیوست موسوی در کنار کسانی میستیم که از انتخابهای مهندسی شده به جان آمدند میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز ایران در بیانیه ای که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد که در کنار کسانی خواهم ایستاد که از انتخابات های تحقیر آمیز و مهندسی شده به جان آمدند. آقای موسوی که در کنار همسرش زهرا رهنورد در یازدهمین سال از حصر خانگی به سر میبرد در این بیانیه که روز شنبه 22 خرداد ماه در وبسایت کلمه منتشر شد هشدار داد در صورت تداوم بدعت نظارت استسوابی عنوان جمهوری اسلامی ایران در زمانی نچندان دور بیمعنا خواهد شد این نکته است که دو روز پیش زهرا رهنورد در بیانیه جداگانه به آن اشاره کرده بود او گفته بود که جمهوریت در جمهوری اسلامی در حال سلاخی و حذف کامل است حال شش روز مانده به برگزاری انتخابات 1400 میر حسین موسوی میگوید در کنار کسانی خواهم ایستاد که از انتخابهای تحقیر آمیز و مهندسی شده به جان آمدند کسانی که حاضر نیستند تسلیم تصمیمات پشت پرده ای برای آینده کشور بشوند بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رفتار ارگانهای حکومتی آشکارا نشان از حمایت آنها از ابراهیم رئیسی رئیس فعلی قوه قضایی برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری دارد آقای موسوی در بیانیه خود همچنان هشدار داده است دور نیست که در آینده نزدیک محکومیت تصمیمات دزدکی و پنهانی موضوع بحث های خانه و بازار و فضای مجازی در سراسر کشور شود گسترش فقر، تداوم قوم برخورد امنیتی با فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه و پنهانکاری و اظهارات خلاف واقع در این باره و ناکامی دولت حسن روحانی در تحقق وعده های انتخاباتیش در کنار سوء مدیریت همگیری کرونا جزو مواردی است که به شکلی فضاینده و چشمگیر به نارضایتی عمومی در سالهای اخیر دامن زده است شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی و نیز خانواده کشته شدگان اعتراضات سالهای اخیر در ایران و بستگان مسافرانی که با شلیک موشکهای سپاه پاسداران سرنگون شد با راهندازی کارزارهایی خواهان تحریم انتخابات شدند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز 25 بهمن 1389 در پی صدور فراخانی برای حواداران خود به منظور اعلام همبستگی با انقلاب‌های تونس و مصر و اعتراضات در سوریه محصور شدند. پیشتر مهدی کروبی دیگر رهبر اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 هم از دخالت فراقانونی در انتخابات 1400 انتقاد کرده بود محمود در کلیپی جدید کد و پیام را دوباره به مردم ارسال کرد در این انتخابات هر اتفاقی بیفته تازه اول عشق بعضیها خیال میکنن دست ملت رو کوتاه کنن دیگه ملت هم میره تو خونه میشینه وقتی که شورای نگهبان میگه من به هیچ جا جواب نمیدم دیگه یک جا که بیشتر نمیمونه شما پیروزید روز 28 خرداد هم پیروزید اصلا تو قطار پیروزی هستید این با دمنیتی به همراه یه از صاحب منصبان و صاحبان قدرت مانع از رسیدن مردم به حقشون دارن میشن ما از تحقق حقوق مردم میشن ما از تحقق آرمان های انقلاب میشن اینا جز به منافع پست خودشون و اربابانشون فکر نمی کنن اینا اصلا فضایشون یه فضای دیگه حتی اگر به ظاهر خودشون انقلابی جا بزنن و سوپر انقلابی جا بزنن به شما بگم حق ملت منافع مردم ارزش و آرمان های انقلاب مسلحت کشور نظام دین ایمان مردم براشون پشیزی ارزش من بعضشون از نزدیک میشناسم باشون بحث کرد اینا تا وقتی که امکان ادامه قدرت و چپاول اموال و امکانات رو داشته باشن به همین منوال عمل میکنن و به خاطر سوابق خیانتی که متأثر از هوای نفس و عمل به دستور اربابان خارجی مرتکب شدن برای خودشون راه بازگشت نمیبینن یه جوری سوال میکنن انگار وضع خیلی خرابه میگم وضع خیلی خوبه قدرت خدا ضعیف شده همت ملت ضعیف شده نشده امروز شیطان با تمام قوا میخواد یست رو در جامعه ما حاکم کنه امید بدید تمام نشده که تازه شروعشه کاری که شورای نگهبان کرد خیلی کار بدی بود جلوی مردم ایستاد بیایید بگید احمدی نژاد ما رو قبول نداره مسیر ما رو قبول نداره اگر نیایید بگید خودم میام میگم حق ملت تضییع شده وظیفه داریم مطالبه کنیم زمان مذاکره با جمهوری اسلامی به پایان رسیده است به گزارش گروه ترجمه ایران کارشناسان منطقی پس از آنکه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت که تهران آمادگی اجرای توافق هسته ای سال 2015 را ندارد اقدامات سختگیرانه تری را علیه این رژیم توصیه می کنند در حالی که جمهوری اسلامی به برنامه هسته خود ادامه می دهد و ایالات متحده در جهت بازگشت به توافق هسته 2015 پیش میرود. برخی هشدار میدهند که زمان مذاکرات به پایان رسیده است جروزالم پست با انتشار این گزارش نوشت وزیر خارجه ایالات متحده آنتونی بلینکن روز دوشنبه گفت که هنوز مشخص نیست آیا تهران آماده است که توافق هسته ای امضا شده با قدرت جهانی را رعایت کند یا خیر بلینکن در سخنرانی در جلسه ی کمیته ی امور خارجه مجلس نیز گفت که زمان لازم جهت تولید کافی اورانیوم مورد نیاز تولید یک سلاح هسته‌ای برای جمهوری اسلامی در صورت ادامه نقض پیمان میتواند به چند هفته کاهش یابد. ایالات متحده و جمهوری اسلامی در ماه آوریل به منظور دستیابی به توافق جدید و اثرگیری توافق هسته‌ای که در سال 2015 حاصل شد و دولت ترامپ آن را در سال 2000 18 ترک کرد، مذاکرات غیر مستقیم را آغاز کردند. بر اساس اظهارات بلینکن، تحلیلگران منطقه این میگویند که اکنون روی کرده دیگری لازم است. سلی شاهور، مدیر مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه حیفا گفته است سیاست مماشات غرب بی نتیجه است. شاهور با استفاده از نام رسمی توافق هسته ای گفت من دلیلی برای ادامه تلاش برای بازگشت به برنامه جامعه اقدام مشترک یا انجام مذاکرات نمی بینم. او ادامه داد کار منطقی برای ادامه تحریم ها و برداشتن اقدامات حتی تهاجمی تر علیه ایران است. اگر من مشاور بودم توصیه می کردم سیاست را سخت کنید. وی دانشمند ایرانی الاصل که در حال حاضر در شهر بندری حیفا در اسرائیل ساکن است گفت که اقدامات سخت گیرانه دیگر محدود به حوزه اقتصادی نیست بلکه میتوان شامل حمایت از گروه های حقوق بشر در ایران و افزودن افراد وابسته به جمهوری اسلامی به لیست تروریست ها باشد وی میگوید به دلیل افرادگرایی مذهبی و نقض مداوم حقوق بشر امکان مذاکره موفق با تهران وجود ندارد از دیدگاه خاور ای اصرار بر گفتگوها نوعی ضعف تلقی می شود و فقط در جهت تشویق رهبران جمهوری اسلامی برای ادامه مسیری است که پیمودند. شاهور پرسید این یک رژیم دیوانه است که فقط وحشت خشونت و مرگ ایجاد می کند پس چگونه می توانید با آن کنار بیایید چطور قدرت های غربی به متحدان طبیعی خود مردم ایران کمک نمی کنند؟ او گفت ما میدانیم که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد. شما باید شرایطی را ایجاد کنید تا مردم خود بتوانند علیه جمهوری اسلامی که آنها را تحقیر می کنند قیام کنند. نفوذ روزافزون چین و روسیه در منطقه مسائل را بیش از پیش پیچیده می کند. در ادامه این گزارش آمده است چین به تازگی یک قرارداد تجاری 400 میلیارد دلاری 25 ساله با جمهوری اسلامی به امضا رسانده که طبق آن چین می تواند در ساخت های ایران سرمایه گذاری کند. روسیه نیز به نوبه خود بارها و بارها از جمهوری اسلامی در چندین موضوع مهم حمایت کرده و به تهران به عنوان یک متحد منطقه این نگاه می کند. افی میلامید میگوید چشمانداز های اطلاعاتی به رسانه ها میگویند که جمهوری اسلامی جامعه جهانی را با چالشی چند جانبه روبرو کرده است او گفت برنامه هسته ای یکی از چندین موضوع است همراه با برنامه موشکی جمهوری اسلامی و استفاده از شبه نظامیان یا گروه های نیابتی در سراسر خاور میانه وی خاطر نشان کرد برای مهار این تجاوزها ها جی سی پی او برای مهار این تجاوزها کار کمی انجام داده است وی گفت برخی در جامعه بین هنوز اصرار دارند که چشم خود را بر روی چالش شدید و پیچیده جمهوری اسلامی ببندند او افزود ما با تهدید رو به رشد و شدید جمهوری اسلامی در منطقه روبرویم زنگ خطر باید مدت ها پیش در پای تخت های غربی به صدا در می متاسفانه رهبران غربی یا نتوانستند با این چالش مقابله کنند یا نمیخواستند و این شرایط را بدتر خواهد کرد گذشته از اسرائیل سایر بازیگران مهم در خاورمیانه نیز آرمان های جمهوری اسلامی را تهدیدی اساسی می دانند. مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر. میلامید نیز مانند شاهور معتقد است که آمریکا و اروپای غربی نیاز به اتخاذ روی کرده بسیار سازش تری نسبت به این مسئله دارند. او گفت به نظر می رسد که بین لفاظی ها و اظهارات و آنچه در صحنه اتفاق می افتد فاصله نگران کننده ای وجود دارد. دولت جدید اسرائیل همچنین می تواند معادله برنامه هسته ی جمهوری اسلامی را به روش های جدید و غیر منتظر تغییر دهد. اعتلاف یامینا تحت رهبری نفتالی بنت که طیف سیاسی اسرائیل را از چپ به راست پوشش می دهد و حتی شامل یک حزب اسلام آماده به نظر می رسد تا روز یک شنبه به کنست سوگند یاد کند. در حالی که میلامید انتظار ندارد رویکرد بنت در مورد ایران متفاوت از روی بنیامین نتانیاهو باشد این تغییر می تواند مسیر گفتگوی سازندهتر با متحدان غربی را هموار کند. میلامید گفت این یک جنبه جالب است زیرا کاملا واضح است که آقای نتانیاهو به دلایل مختلف باعث ایجاد نوعی کینه در دولت اروپای غربی و دولت بایدن می شود. در این زمینه ما می توانیم انتظار گفتگوی روانتری بین دولت جدید و دولت بایدن داشته باشیم.